هیجانی بی حد و مرز، آتش برای سرعت، تجربه مسابقه با قایق و هواپیما و اتفاقات فوق‌العاده دیگه از The Crew 2، عنوانی ساخته که شاید به یکی از بهترین ریسینگ های سال تبدیل بشه. به شخصه تو این چند سالی که دارم بازی میکنم، یه بازی ریسینگ که بتونم با تمام وسایل نقلیه باشون بازی بکنم، یه حس خیلی خاصی نسبت به بقیه بازی ها بهم داده. ببین کرودو میتونست بازی موندگار باشه، ولی با این مشکلاتی که الان وجود دارن فکر نکنم موفق بشه. نظر شما در مورد ساخته یوبیسافت چیه؟ بازی خوبه ها، ولی یوبیسافت انقدر هایپ میکنه آدمو که آدم توقع ایست خیلی خفن داره ولی ناامید. دانگرید گرافیکیش که گرافیک بازی از نسخه اولش هم حتی کمتر میکرد، به طرز وحشتناکی زد تو ذوقم. این عنوان تا چه اندازه در اصلاح اشتباهات نسخه اولیه پیشرفت داشته؟ امیر دوست داری می‌بینی؟ الان به سویل گفتم بیاد وای بدنسازی هم باشگاه بهنوت زبطه. سلام، من بهنوت سر هستم و اینجا اتاق بازی با هشتگ و آیدی جی آر پروگرام. قرار اتفاقهای خوب رو برای شما رقم بزنید. یکی از دوستای خوبمون رو دعوت کردیم و میتونید اتفاقهای عجیب غریب در حوزه ورزش رو با ما تجربه کنید. پس بریم ببینیم چه خبره، برگردیم و قراره با هم دنیای بازی در اتاق بازی بوم با بین بترکه. آمدید به قسمت کافه گپ یا همون گپ کافه خودمون، در خدمت یکی از ترین پسرا و جذاب ترین مدل های بدنسازی که هم مدل هم بدنساز هم بادی کلاسیک کار میکنه، هم رزمیکاره، هم همه چی دیگه، یعنی خوشگله اصلا نگم برای که دوستای خوب من چند سال میشناسمش. خیلی پسر ازدواجیه و دوست داره که زودتر ازدواج کنه. قول داده به ما که بعد از این قسمت حتما بره خواستگاری و یه خرداد مایه تمیز بدون رنگ. سوهل تولدت مبارک، 24 روزی تولدش. مرسی، سلام از من خدمت شما و همه بینندگان محترم. اصلا اینجوری نیستا، اصلا اینجوری سلام از من خدمت شما، اصلا سوهل اینجوری دستنگر رو حفظ کرده. آره، سوهل که دوست بسیار خوب منه، فوق العاده جذاب و خوش تیپ. ممنونم، لطف شما. اذیت میکنه. خب یه مقدار از سوهل خودش بگه بیننده ها بیشتر آشنا بشن. از اینام که بعد دیگه بعد بازی کنیم از اینا. عرضم به خدمت شما که من رب چشای سوهل آبی میفته تصویر نه، ولی چشاش خیلی تیله ایه جده. میتونیم یک خواستگاه چیز را پیدا کنم تو من؟ خب من در خدمت. نه ادامه شو بگو. خب سوهل چه سال به دنیا آمده؟ من 28 خرداد سال 68. 68 خردادی، شیطون، اکتیو؟ خیلی. هنوزم شیطونی؟ هنوزم شیطون. خب یه چند وقت پیش فکرم سه تا مسابقه شرکت کرده بودی، یه توضیح راجع به اون سه تا میدی که حقت هم خوردن توی جایی. دیگه عرضم به خدمت شما که سه تا مسابقه جهانی بود. اصلا به خدا این اصلا آروم نیستا، من نمیدونم چرا اینجوریه. اصلا نه این تصور نه همین یخ هم نشده اول برنامه هست. سه تا مسابقه جهانی بود، کرشه پرورش اندام، بادی کلاسیک که اولش مثل المپیای آماتوری هنگ کنگ بود، دومیش مسابقات جهانی WFF بود تو قبرس، قبرس اروپایی. WFF؟ WFF
فدراسیون جهانی، نه WBBF، WFF. خیلی که من نمیدونم اینا چیه. آره چون یه سری بحث هست راجع بهش. و اینکه مسابقات بازم IFBB مال دبی. چقدر خوب. بعد مقامایی که آوردی چه جوری بود؟ عرضم به خدمت شما که چقدر 150 تومن خرج کردی؟ آره نزدیک به 100 میلیون راحت هزینه ما شد تو مسابقات. بعد تو مسابقه اولی که مسابقه اونم پیاده بود خیلی سطحش بسیار بالا بود و اینکه شرکتانه خیلی زیادی شرکت کرده بودن و آره به سری از اشتباهات خودم یه جوری شد که حالا اون رتبه میتونست راحت حداقل دومی باشه ولی به پنجمی بسنده کردم. ولی خب خیلی جان نه نه جایزه نقدی نداشت. 100 میلیون هزینه کردی بدون پول؟ به خاطر عشقمون هزینه کردم. عشقت؟ عشقمون به این ورزش. آفرین ببین. بله. خب اهل بازی هم هستی؟ بله. چی بازی میکنی؟ دیگه بستگی داره دیگه. حالا اون که نه ولی آره مثلا PSP و PS2 PS2 داریم. PS4 بازی میکنی؟ پلی استیشن. بعضی موقع حالا فوتبال بازی میکنی. کجا باشگاه؟ تو باشگاه آره بچه‌ها. فوتبالی تیکنی باشه. آها تیکن هم آره یادم میاد فنی تیکن باز حرفه‌ای بودی. آره بزن بزن دوست دارم. رزمیکارم بودی راستی. بعده. آره بیوگرافی راستی خود بده. از گذشته بگو. از گذشته چه عرضم به خدمت شما که از همون دوران نونهالی خردسالی من شنا رو شروع کردم که دیگه از قهرمانی‌های شنا بگیر و اومدم همینطور بالاتر تا سن 10 سالگی کلا گذاشتم کنار. بعد دیگه وارد رشته حالا مثل همینطوری باشگاهی که من تمرین‌های ژیمناستیک شدم که معمولی بود. وارد رشته بوکس شدم تو سن میکنم 12-13 سالگی بود. بعد از اون وارد رشته مویتای شدم. مویتای به صورت حرفه‌ای دنبال کردم باریکالله که 6 ماه از ابتدای شروع مویتای هم مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ رو مسابقه دادم. بعد از اون مسابقات سال 86 بودش که اولین مسابقات به صورت رسمی استان تهران بود برای سبک مویتای. تو اون شرکت کردم که قهرمانی آوردم. چه جالب اون موقع وزنم منفیه 57 کیلوگرم بود. الان چندی؟ الان 96 کیلو. ماشاءالله. تمیز ولی کار کردی مشخصه که. میگم آره به قول بچه‌ها از بچگی من با ورزش بزرگ شدم. آره من هر دفعه زنگ می‌زنم تو باشگاه 22 ساله که سابقه ورزشی دارم. از 5 سالگی؟ از 6 سالگی شروع کردی ورزش؟ ماشاءالله. بعد دیگه مونتاژ هم که هم تو ادامه دادیم و عرضم به خدمت شما حتی دعوت شدیم برای تیم ملی. بعد از اون سال 88 بود که از طرف رئیس کنفدراسیون آسیا آقای علی دانش فدراسیون چولی فوت بود اگه اشتباه نکنم واسه مسابقات کیوان جهانی انتخابی واسه بلغارستان و ایتالیا انتخاب شدم که ولی نرفتم دیگه به خاطر خانواده و اینا دیگه اجازه ادامه‌شو نداشتم چون دیگه انقدر آسیبای جدی دیده بودم از لحاظ حالا مثلا جمجمه‌ام و بینیم و دنده‌هام و اینا دیگه دیگه بعد از اونم دیگه از سال دقیقا 89 دیگه اومدم سمت رشته پرورشنده. البته تو سال 87 من تو مسابقه اون موقع مسابقه پرورشنده هم داده بودم. با اینکه رزمکار بودم چون بدنم خیلی مثلا حالا بدن کات و شیکی بود. حتی موقع مسابقه داده. 180 که الان دیگه نمیتونی واکنی نه؟ نه. یه سیف شده بدنت. از زمین خیلی وقت مثلا تمرین نکردم. بله. یه زمین بگیریم خب بخواد 360 هم. خیلی خوب. بریم بخش رو هم ببینیم برگردیم. بیایم ببینیم که در خدمت جذاب‌ترین و ترین پسر اتاق بازی چیکار می‌خوایم بکنیم. بریم بیایم. یوبیسافت با انتشار تریلری برگزاری رویداد کراس اوور بین بازی‌های رینبو سیکس سیج
و گستریکون واید لنز رو تایید کرد. تریلر منتشر شده مربوط به ماموریت The Badge Special Operation 2 در عنوان گستریکون واید لنز میشه که گیمرها میتونن در اون به نشانهای مربوط به بازی رینبو سیک سیج دست پیدا کنن. این هفته EA برای معرفی بیشتر موتور گرافیکی RPM تک خودش تریلری جدید از NHL 19 رو منتشر کرد. این موتور گرافیکی بیشتر از گذشته دست سازندگان رو برای طراحی دقیق‌تر درگیری‌های فیزیکی NHL باز گذاشته تا حس واقعی‌تری به گیمر منتقل بشه. در NHL 19 بازیکنان موقع برخوردهای فیزیکی میتونن روی تک تک نقاط بدن همدیگه اثر بذارن که میتونه نکته خیلی جذابی برای طرفداران هاکی روی یخ باشه. این عنوان در تاریخ 23 شهریور برای Xbox One, PS4 و PC منتشر خواهد شد. یکی از اتفاقات جالب این هفته هم رونمایی از تیزر جدیدترین فیلم در حال ساخت از هیولای دوست داشتنی و نوستالژیک ژاپنی ها یعنی گودزیلا با عنوان King of the Monsters بود. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به لیتس پلی. این هفتهمون بعد چند هفته که درگیر تی جی سی و میتینگ و کلی ریخته بود برنامه رو سرمون و دوباره برگشتیم به روال عادی، این هفته هم که دوباره اومدیم به لیتس پلی. یه آیتم خیلی باحال که هر هفته بازی‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم و امیرحسین هست. چطوری امیرحسین؟ خوبی؟ یه سلامی می‌خوای بده به بچه‌ها؟ سلام به بیننده‌های گل اتاق بازی. امیدوارم که لیتس پلی خوب داشته باشه. خب دوستان، این هفته دکوره دو رو آوردیم واسهتون، عنوانی که خیلی همه روش هایپ بودن، میگفتن میترکونه، یه سری سینماتیک داده بود در حد فیلم‌های هالیوودی و یوبی سافت. آره علی یکم بازی کردیم، من نظرم واسه البته بد نبود، ولی خب حالا جلوتر بهش میپرزیم. خب امیر حسین اول یکم راجع به نسخه قبلی صحبت کن. آره خب ببین، کروه یک که خب سال 2014 اومده بود و خیلی بازی بلند پروازانه بود و خیلی هم هایپش کرد یوبی سافت، ولی خب بازی موفقی نشد و شکست خود، حالا به دلیل ضعف‌های زیادی که داشت. ولی خب این بار یوبیسافت اونقدر هایپ نکرد بازیشو و خیلی عادی اومد بازی رو جلوه داد، معرفی کرد و اونقدر هم کسی انتظار زیادی از بازی نداشت. درست. ولی الان میبینیم که بازی خوبی. خب امیدوارم که اینجوری باشه، حالا جلوتر با هم میبینیم. خب میخوای بریم تو بازی؟ آره بریم. خب امیر حسین یکم راجع به منوش توضیح بده. خب ببین چند بخش داره منوی بازی که حالا بخش شخصی سازی و همون رانندت رو میتونی شخصی سازی بکنی و بخش راسترا هست که میتونی دوستاتو ببینی توی بخش آنلاین و اینجا هم که برندهایی هن که اتومبیلاشون توی بازی لایسنس شدن. آره و یه نکته جالب توجهی هم که دارن که هالی دیویدسون بالاخره حاضر به همکاری با یه شرکت بازی‌سازی شده. چه جالب. خیلی نکته جالبیه. و اینجا هم که می‌تونی ماشیناتو ببینی و یه نکته‌ای که هست می‌تونی اینجا ماشیناتو آپگرید کنی. یعنی سیستم کاستومایز. آره هر مسابقه‌ای که تو حالا جزء 3 نفر برتر مسابقه بشی، بهت یک سری کارتایی میده که حالا هر چقدر عددش بالاتر باشه و رنگش حالا بیشتر
پررنگ‌تر باشه اون کارت قوی‌تره. مثلا این چیزی شما بخری خودش بهت نه خریدار قابل خریداری نیست، فقط توی بازی خودش بهت میره. چه عجب، یه بار ما ندیدیم. آره، و اکتیویتی بازی هم به 4 دسته تقسیم میشن که حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. و خب دیگه چیز خاصی هم نداره و بریم توی بازی. خب بریم ببینیم که به به بله، گرافیک بازی هم می‌بینیم که خیلی خوبه. و یه چیزی هم که هست مپ بازیه. آها، به راجع مپش خیلی صحبت شده بود و یوبیسافت روی این خیلی مانور داره که کل آمریکا رو میتونید شما بگردید و واقعا کلش رو میشه گشت. آره، همه ایالت آمریکا هست توش، حالا دیترویت، شیکاگو و میامی، حالا همه جا هست و خیلی مپ بزرگی داره و واقعا من مپ یه بازی ریسینگ این بزرگی رو ندیدم تا. خب خیلی خوبه و جزئیات خوبی هم داره مپش. حالا وارد بازی بشیم. بریم. آره. خب یه شاید به نظر من میخوای حالا ادامه بده بازی رو. این لودینگاش هم طولانیه. آه لودینگ بودی حالا. که بازی داره این لودینگا بعضا. ولی در عوض مپ بزرگی داره دیگه. این به نظر من نسخه قبلیش یکی از دلایلی که خیلی موفق نبود فکر کنم واسه حالا 2014 به نظر من یکم زود بود که بازی تمام آنلاین رو. آره، اون بازی زود معرفی شده بود چون واقعا حرف زیادی هم برای گفتن نداشت و بازی وقتی که عرضه شد عملا هیچ محتوای خاصی برای بازی باز نداشت. درسته. ولی خب در مورد کروه دوم موضوع سر نمی کنه و بازی از همون روز لانچش خیلی خوب ظاهر شده و ایونت ها و ریس ها خیلی زیادی تو بازی هست. درسته. بعد خب یه سری وسایل نقلیه اضافی هم مثل اینکه توی یکیش فقط ماشین بود. درسته. آره. اینجا چیا داریم؟ حالا بعد یه سری آپدیت که دادم برای شماره اول، حالا موتور هم اضافه شد و حتی پلیس هم اضافه کردن که تعقیب بولزی پلیس. ولی خب توی این نسخه دیگه تو هر وسیله نقلیه یا داری. حالا ماشین ها هستن، قایقا هستن، هواپیما، جت اسکی، هر چیزی که فکر کنی، یعنی هر چیزی قابل روندن، حتی مانستر تراک هم هستن. یعنی این مپش سه بعدی، یه لحظه برو جلو، مپ سه بعدی بازی رو می‌بینی. آره، واقعا حالت ساختموناشو می‌خواد، حالت گوگل ارت استور. آره، داره و الان می‌بینی که مپ سه بعدی بازیه. آره. و قشنگ کل ایالات متحده رو شبیه سازی کردن و حالا ایونت های بازی هم می‌بینی که چقدر زیادن. خب یکم راجع به گرافیک صحبت کن. خود شهر حالا جدای ماشینا که گرافیک خوبی داشت انصافا، ولی خب محیطای توی بازی، شهرها، حالا دریا، NPC هایی که توی بازی هستن چه جوری گرافیک داشتن میشه کار شده چون مپش خیلی بزرگه. درسته، تو زمینه گرافیک واقعا حرفی نمیده چون گرافیک بازی واقعا خوبه، در سطح قابل قبولی قرار داره و اون دیگه میبینی جزئیات ماشینا و حتی خیابونا خیلی جزئیات بالاییه برای یه بازی اوپن ورلد با این وسعت. و میبینی که حالا نماهای دوربین مختلفی هم داریم، حالا دوربین کاکپیت رو میبینی که برای یه بازی آرکید خیلی واقعا، واسه هواپیماها و برای همه وسایل نقلیه، حالا حتی موتورها، مانستر تراک‌ها، حالا جالب. آره، کاکپیت رو داریم. و تنها بازی که من تو این سبک دیده بودم فورتا هورایزن بود که حالا سری هورایزن بود. خب یکم راجع به مود آنلاین صحبت کن. خب می‌بینیم دکورو تمام آنلاینه و اینکه خب چه قابلیتی بهتون میده توی بازی که بتونی با دوستا خوش بگذرونی؟ چون شنیده بودم PvP نداره مثلا. آره، حالت PvP فعلا برای بازی عرضه نشده و حالا قرار تو آپدیت های آینده بشه اضافه بشه، ولی الان حالت کوآپ و گشت و گذار توی مپ بزرگ بازی وجود داره، یعنی فقط فری رومه. آره، فقط میتونی با دوستات به فری روم باشی و بازم سرگرمی خوبیه. حالا الان اونقدر نمیشه بهش نکته منفی گرفت، ولی خب حالت PvP اگه بود خیلی بهتر. یه چیزی هم اشاره کنیم، حالا موزیکایی که توی بازی داره پلی میشه خیلی چیزه، یعنی موزیکای خیلی هیجان انگیز و راک و یه استایل خیلی خوبی داشت که من حال کردم، یعنی دقیقاً با رانندگی با سرعت بالا و هیجان انگیز می‌خورد. و خب این خیلی جالب بود که اومده لایسنس موزیکا رو خریده و اینا رو توی بازی استفاده کرده. آره، ببین موسیقی متن بازی اکثرا تو زمینه راکه و خب یه جوری آمریکایی پسنده. درسته. چون حالا محیط بازی هم تو آمریکا جریان داره. درسته. و می‌بینی که واقعا موسیقی متن بازی هم خوبه و هیچ نقص خاصی رو نمیشه بهش گرفت. فقط یه نکته منفی بخوام بازی بگم، صدا پیشگی خیلی ضعیف شخصیت داستان بازی، داستان که در واقع تو بازی نمی‌بینیم، ولی حالا همون معدود کاتسینایی که تو بازی هستن ما کیفیت اون بالایی رو نداریم. حالا میخوای یه گیم پلی کوتاه از هواپیما و چیزش ببینیم؟ آره، و یه ویژگی که الان یادم رفت بگم، الان یادم انداختی. خوب. این حالت جابجایی سری بین وسایل نقلیه است که تو راحت میتونی بین انواع وسایل. برو بالای راست دوباره، برو به سوی ماشین سوئیچ کن. این حالتش آره، این حالتش خیلی فان. ولی خب فیزیک بازی چیزی بود که من خیلی بهش ایراد گرفتم. خدا میبینی الان فکر کنم از هولوش 2000 متری سوئیچ کرد و ماشین هیچ چیز نشد.
خب این یه مقدار به نظر من طبیعی نیست. از ماشین بازی دیگه سیمولیتر نیست. کلا یوبیسافت تو زمینه فیزیک بازیاش واقعا حرف خاصی برای گفتن نداره. تمام بازی‌های یوبیسافت زد میکنه و خب فیزیک توی یه بازی آرکید اونقدر اهمیت نداره. نه خب ببین یه سری چیزا باید باشه که تو دیگه حس اون آسون بودنه به دست نه دیگه. یه مقدار سعی کنی درست بازی کنی. ولی یه مقدار تو... ممکنه مصنوعی به نظر. وقتی تو بدونی 100% به در دیوار بخوری چی نمیشه خب همش میتونی در دیوار دیگه. مثلا ریسک اینکه درست بازی کنی و به جون نمیخری. ببین قایقش هم ببینیم برو توی دریا یه جایی بندازیم. دریا پیدا نمیشه. آینه ها ببینیم رودخونه این پایین. اگه بیافتیم تو رودخونه. و یه قالتی هم سیمی کنه. آره خب ببین یه نکته یه دیگه هم که الان داره. آره تو همه ای وسایل حتی موتور هم میترو داره نه چون موتور و میترو شه آره. و یه نکته منفی دیگه که بخوام بگم کنترل قایق ها و هواپیمای بازی خیلی ساده است جدا؟ یعنی حالا نمیدونم این نکته مثبت برای بعضی محسوب میشه منفی برای من که شخص منفی خیلی به نظر من خوب کار شد تو طراحی قایق خیلی چقدر دقیقه درسته. من فقط تو سری هورایزن فورزا دیده بودم این قابلیتو و میبین یه ویژگی بعدی که داشت این بود که حالا کنترل هواپیما و قایق ها اونقدر پیچیدگی خاصی نداره. خب میخوای بریم یه ریسش هم ببینیم و یکم حالت مسابقه اش کنیم. آره بریم بریم بیایم ببینیم که چه جوریه ریسش. ما برگشتیم یکم گفتیم بریم با امیرحسین رئیسشو ببینیم که چه جوریه. امیرحسین توضیح بده چند تا مدل رئیس مختلف داره ماشاءالله. خب ببین بازی کلا سه نوع وسیله داره. خب همون ماشین‌ها هستن، هواپیما و جت‌ها. و خب هر کدوم این وسایل به چند تا دیسیپلین تقسیم میشن که در واقع خود بازی هم به همین اسم نامگذاری شده. درسته. و مثلا ماشین‌ها هم خودشون شامل چند نوع چند دسته میشن. ماشین‌های آفرود هستن، ماشین مانستر تراک هستن. یعنی واسه هر مسابقه ماشین مخصوصی. آره برای هر مسابقه شما این ماشین مخصوصی می‌خری و وقت زیادی هم بنابراین برای بازی بذارید دیگه. تو می‌تونی انواع ماشینا برای انواع رئیسا رو بخرید. بعد از اینکه حالا شما مثلا 70% به بالای یه دسته ای از رئیس‌ها رو تموم کنید، می‌تونید باس اون منطقه رو آزاد کنید و می‌تونید با باس اون نو رئیس مسابقه بدید. آها اوکی. یعنی یه مستر داره که با اون مسابقه. یه باس کلی داره که حالا با تمام کردن ایونت ها میتونید. خب امیرحسین پی وی پی که نداره، هوش مصنوعی خود اون کاراکترهایی که توی بازی به صورت کامپیوتر باشون بازی میکنی چجوریه؟ یعنی خیلی سختن یا مثلا نه خیلی تو در دیوارن؟ ببین هوش مصنوعی بازی بعضی جاها بالاه و بعضی جاها به صورت عمدی پایین آورده میشه و این کار رو کردن که تو حس ضعیف بودن بهت دست نده و بعضی جاها واقعا هوش مصنوعی بازی سطح پایین میاد و از قصدم این کارو کردن که تو رئیس ها بتونی رتبه خوبی به دست بیاری و اونقدر برای سخت نمیشه. خب خوبه، خیلی هم عالی. و اینکه الان اینجا کجاست؟ ماشینی که برایش چیه؟ خب یه مازراتیه، خیلی اسم سختی داره، مال دهه 90، یه ماشین هایپرکاره و خب میبینی که چه ماشینی هم هستی، کلی هم پولشه. اوکی خب نظر رو کلان رجوع دکول چیه؟ یعنی به عنوان یک کسی که مثلا میخواد بیاد بگم میرسه من میخوام دکول رو بخرم، بهم پیشنهاد میکنی یا نه؟ نظر کلی تا ها، نمیخوام خیلی الان پیچ و تاب بدی بهش، نظر خیلی کوتاه و کلی. خب ببین من اینکه طرفدار بازی ریسینگ ام، از این بازی خوشم اومد و خیلی نسبت به نسخه قبلش پیشرفت کرده و میتونه جزو یکی از ریسینگ های مطرح بازار باشه. یعنی میتونه آینده خوبی داشته باشه. آره با دی ال سی هایی هم که بعداً براش عرضه میشه میتونه حتی کامل تر از اینی هم که هست بشه و واقعا بازی خوبیه، من پیشنهادش میکنم. آها یعنی به کسایی که ریسینگ دوست دارن پیشنهاد میکنی؟ آره کسایی که طرفدار ریسینگ هم میتونن از بازی قشنگ لذت ببرن. اوکی دیگه یه بازی تقریبا میتونم بگم من خودم فکر میگم خیلی گرافیک کجا رفتی؟ من فکر میکردم گرافیکش خیلی بدتر از این اوجش نسخه یکیش کلا ترکونده بود. متاش هم این نسخه شد 65 درسته؟ آره 65. زیاد برای ایکس باکس وان هم الان 71 که بالاترین نسخه. خب خیلی امیدوارکننده نیست در مقایسه با عناوین خفنی که هم تو راه هم تو این چند ماه گذشته عرضه شد، ولی خب یه ریسینگ قابل قبوله. در واقع همین رسیم که امروز اومدی اینجا و یه لتس پلی با حال بعد مدت داشتیم. ما دوباره برنامه برگشت به روال عادی و پخش داریم هر هفته. امیدوارم که لذت برده باشید از این آیتم و دمت گرم امیر حسین دیگه. خیلی ممنون، مخلصم. تشکرم.
تا هفته دیگه و یه رسپلی دیگه میبینمتون. خدافظ. تو میخوای بازی کنی؟ آره بابا همش داری بازی میکنی. من یکم برم وایسم. خب برگشتیم کماکان، با ارتباطات قوی ما همراه باشید. هشتگ و آیدی جی آر پروگرام رو فراموش نکنید. امیدوار هستم که اتفاق خوب کماکان تا انتهای برنامه براتون رقم بخوره. و اما سهیل چی رو قصدم بپرسم؟ یادم بره هرچی دوست داری بذار فکر کنم چی رو یادم بره چی رو قصدم بپرسم؟ حالا بلش کن. خوب خود چطوری؟ خوبم شما خوبی؟ حالا قربونه باش میذاره بدنسازی بگو هرچیش بگم برشت. از اینکه الان یه نفر میخواد بدنسازی شروع کنه از کجا باید شروع کنه؟ چی رو سوالم یادم رفت؟ از پایه دیگه، یعنی هر چیزی بعد اون شروع کنه پایه؟ از پایه یا اون ورزش باید شروع کنه؟ الان میخوانم بدنسازی باید کجا باید شروع کنم با توجه به این نیم کشکنم شما پایه شو داری الان خب چیکار باید کنم؟ کجا باید شروع کنیم؟ شما هم این باشگاه، اون مربی که حالا نه مربی نماها مربی خیلی پر داره یه توضیح راجع به این بگو و این هم باید بازی کنیم راستوه بیا از این توضیحش اینه که الان میو فرق مربی و مربی نما آره. اینه که الان ما متأسفانه تو ایران فکر میکنم راحت 80% مربی نما داریم. جدی میگی؟ بله. چه فرق میکنن؟ فرقشون اینه که مربی نما یعنی کسی که نه به صورت علمی بلده این ورزشو نه به صورت تجربی، یعنی حالا مثلا طی یه طیف زمان خیلی کوتاه اومده وارد این ورزش شده، خب بعد تو این زمان کوتاه به هر نتیجه به هر روشی که خواسته رسیده. این که سابقه دیگه من گودی کمر داشتم رفتم باشگاه و بیشتر شد که اصلا بهتم زنگ زدم گفتم سویل گودی کمر بیشتر شد گفتی بابا جای علمی نرفتیم پیش خودم زیر رامون دور بود ولی الان که دیگه نزدیکیم بعد بیام پیشت. آره مثلا گودی کمر رو به همه یه دونه لیست دارم به همه همونو میدن درسته اینا خب آره دیگه این کسی که بعد کار شما اون کار شما رو انجام بده بعد حرکات اصلاحی بلد باشه خب به شما میگه آقا مثلا شما داری از این مثلا ناحیه رنج میبری مثلا اندام شما مثلا پاهاتون وارد مثلا ایکس حالا یا حالت خیلی خاص داره خب یادم میاد دوره‌ای داشتی میرفتی اون موقع یک سال پیش دو سال پیش دوره‌ای هم گفتی گرفتی مدرکشو این حالا مثلا مدرک چیزه اون مهم نیست زیاد مدرکو میشه راحت گرفت مهم اینه که شما بیشتر خودت بخوای اون تجربهش اون علمش خودت به دست بیاری یعنی حالا راجبش تحقیق کنی که خیلی راحته ولی حالا امروز الان ما شاهد اینیم که میبینیم که همه دارن میان وارد باشگاه بدنسازی میشن هزار جور عوارض میبینن و فکر میکنم این ورزشی که پر از عوارضه ولی اصلا اینطوری نیست. ما بخش سوم بذاریم روی بحث داروها و مکمل‌ها و همه داره بشن. الان ما یه بازی میخوایم انجام بدیم. خب فقط مجید چیزی گفت من نفهمیدم دقیقاً چی گفت. آره یه موتور بازیه تو همزمان این تو این بازی رو انجام بده. خب فکر کنم نکسو بعد بزنی. بعد من یه سری ازت سوال می‌پرسم. بعد اگه آره بعد بگی نه. اگه نه بعد بگی آره. آره. آره چی؟ بریم. بازی بکنم سخت میدونستیم آره الان میدمش بریم اون فقط بزنم بره همه رو آره بکنم بگیری بکنم بگیری برو بزر یکم سرعت بگیری 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 بپرس میپرسم آرنولد بدنساز بوده؟ نه نبوده؟ آرنولد بدنساز نبوده؟ نه تو باشگاه ورزش میکنم؟ آره آره نگه تو باشگاه نه آخه بیشتر یا تو باشگاه حرف میزنه آه آفرین بچه آه اصلا میم این اگه بده ده تا دختر کوکچل داشته باشه یه شبه شوهر میده خب تیاریک سناب داره؟ نه نداره فیل هیس قهرمانی داره؟ نه نداره هالتر سنگینه؟ نه ورزش دشمن دخانیاته؟ آره آره؟ آره نمید بردشو کنی استخر آب داره؟ نه زن داری؟ آره زن داری؟ هفتش تا تو رو قرآن دیدوش وقتی دور بازن از گردن من رو هفتش داره میتونه ساپورت کنه دیگه آقا این باخته میرسی یه بانی یه بانی تو چی پرسیدی که؟ سوالت بزیه داره آقا بیا یه آب کافور بیار برای بچه بدن من بچه بزید خب دوست داری زن داشته باشی؟ آره یعنی برعکس چی دارم میگم دیگه آره دیگه ببین میگیره این بعد من خودم استوری میکنم همه رو پشت کلاخ برای سیاهه؟ نه چی میزنی سوهی؟ فرق نمی کنه سنتی و سنتی با هم خب سوهیل پرواز میکنه؟ آره بس یکی متاش داره نگرانم حالش بله این رفیقمون خب سوهیل دختره؟ آره هیچی نمیده آقا یه بانی من سامجا رو به دور بیم سوهیل دختره؟
این برای هادی دارم یه سوال دختره. خیلی خوب آقا تیجه امتیازه چند شد؟ امتیازه هم بالاست. این خیلی سخته آقا، خیلی سخته. خیلی خوب بیا بریم سراغه سوال. مرسی سوال داداش. این که میری تو باشگاه هر کی میگه اشتباه میزنی، یعنی عدسه میکنی میگی داداش اشتباه زدید، بعدن اینجوری میکنی اشتباه زدید، میکنی اشتباه زدید، برای همه هستا چیه؟ یعنی چیه داداش؟ برای افراد معمولی هم نیستش. هیچ یاره سری افراد میخوان خودشون نشون بدن اشتباه میزنید. من بدتر از اینشو کشیدم. چرا؟ بگو تعریف کنید زر بخندید. رفته بودم حالا نمیدونم خوبه بگم یا نه، مثلا سولاریوم. نه خوب نیست دیگه. آقا رفته بود بوق. آره. آره یه جایی که مثلا تو دستگاه بودم و اومدم بیرون و اینا، دیدم یه دفعه یه بنده خدایی گفت آقا ببخش شما ورزش میکنید؟ تو این بدن. بعد من خودم رو نگاه کردم گفتم نه داداش تازه از کمپ اومدم. آره. خیلی وحشتناک بود. آره بعد تجربه این که اشتباه میزنی داری همش. خودت هم به کسی میگی اشتباه میزنی؟ نه تا حالا نگفتم. مگر اینکه واقعا اشتباه بزنه. خب من نظر شما اشتباه میزنن دیگه. آره دیگه اگه واقعا اشتباه بزنه باید بگیم. یعنی به عنوان مربی، یعنی چون اگه شاگرد باشه چه شاگردم باشه چه نباشه من وظیفه‌م رو بگم. بذار گوشی سی بگم. بله. تو رو خدا. میگی؟ من خیلی بیشتر میگم. آها تخصصی تر. تخصصی تر توضیح کار نشونم میدی، یعنی قشنگ میری بالا سرش بعد نشون میدی و اینا. خیلی خب بریم یه بخش رو با هم ببینیم تا من یه ذره سوال ارشاد کنم بعد برگردیم. یکی از مورد انتظارترین بازی‌های ریسینگ امسال یعنی دکوئه دو بالاخره منتشر شد. آره آرمان واسه همین 120 ثانیه امروز اختصاص دادیم به این بازی تا کلی نکته جالب با هم دیگه بررسی کنیم. میریم سراغ 120 ثانیه این هم. نسخه اول بازی تو سال 2014 منتشر شد و تو جلب نظر منتقدین عملکرد خوبی داشت. البته همیشه آنلاین بودن و مارکت ترانزکشناش به تجربه کاربر تا یه حد زیادی آسیب میزد. جالبه که ببینید تا سال 2015 بیش از 5 میلیون گیمر این عنوان رو تجربه کردن. و همچنین کارگردان هنری دکرو این بازی رو فراتر از یه بازی ریسینگ میدونه و اونو تو شاخه رول پلیینگ طبقه بندی میکنه. استودیو آیوری تاور با درس گرفتن از اشتباهات خودش تو نسخه اول دکوری دور عمانی بزرگتر از چیزی که قبلا دیده بودیم طراحی کردن. یه بازی ریسینگ اوپن ورلد که تو اون هر وسیله نقلیه‌ای که فکرشو بکنید مثل موتور، ماشین و حتی هواپیما رو میتونین کنترل بکنین. البته مثل نسخه اول بازی بازم به اتصال دائمی اینترنت نیاز دارید. تیم سازنده بازی یه وقت اضافی از ناشر گرفت تا بتونه بازی بدونش نقص و باگی بیرون بده. به همین دلیلی که گفته شد بازی که قرار بود 16 مارس 2018 منتشر بشه تا جون امسال تأخیر خورد. برند دکرو یه بازی پر از هیجانه که برای عشق سرعت ها تعریف شده. دنیایی که توش هیچ محدودیتی نداره و فقط میتونید از سرعت و هیجان لذت ببرید. مرسی از اینکه 120 ثانیه این هفته رو دیدیم. بریم سراغ ادامه برنامه. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب این هفته با یه استرگ خیلی خفن برگشتیم ما برای بتل وان این استرگ و گفتم دیگه حالا آخره عمر بتل وانه، داره بتلفیلد وی میاد و خب کلن بتلفیلد مشهوره به استرگای خیلی باحالش. حالا همونطوری که تو بتل فور دیدیم حالا دوتا استرگ داشت، یکی تیرکمون بود یکی هم یه نهنگی بود میومد بیرون از مپ. این بتل وان ایستریگش جالب بدونید یه ماه تازه پیدا شده، با اینکه 2 سال الان بتلفیلد اومده ولی کسی نمیدونست و با آخرین DLCش هست. اینا حتما یادتون باشه که باید DLC آخرش رو داشته باشید شما. خب دیگه حالا چیز نمیگم بیشتر، بریم ببینیم چیه ایستریگ. خب این ایستریگه اسمش پیس کیپره، کلن یه کلتیه که خیلی معروفه. خب همونجوری که میدونین حالا اونایی که CSGO بازن میدونن دیگه، هر دفعه یه تایمی که مثلا شما کلتو میکشید بیرون یه جوری یه حالت انیمیشن طوری این کارو انجام میده نایفو. و خب حالا بتل وانم این ایسترگو وقتی شما انجام بدید، اولا که این تفنگو که حالا پیس کیپره براتون آزاد میکنه که دمیجش فوق العاده است و هر دفعه هم که شما
سویچ میکنید روی این کولت به حالت انیمیشن مانند این کار انجام میده و حتی نحوه ریلود کردن و حتی وقتی که شما تو حالت عادی دارید را میرید یه حرکت های انیمیشنی خیلی باحالی میزنه همونطوری که میبینید و حالا یه سری جزئیات هم بهتون میگم که چجوری بتونید اینو آزاد بکنید. خب برای آزاد کردن این ایستر اگ باید توی مپ پشندل که یکی از آخرین مپ هایی بود که توی DLC بتلفیلد 1 منتشر شده شما تو اون مپ برید، اگر اون مپ رو ندارید باید سه تا داک تگ باز بکنید که حالا توی مپ میگردید یه تونلی پیدا میکنید همون جایی که الان توی مپ مشخصه و توی ویدیو میبینید، دو تا جهت داره، دو تا کلید داره، یکی سمت چپتونه یکی سمت راست و باید به ترتیب همونطوری که الان تو ویدیو میبینید ترتیبش مهمه و اینکه چند بار مثلا دو بار به سمت چپ یه بار به سمت راست این الگوریتم شما باید دقیق و درست انجام بدید. خب وقتی که این الگوریتم شما میزنید در تونل براتون باز میشه و شما داخل یه راه زیرزمینی میافتید و خب این راه زیرزمینی و یه چیز مهمی که هست شما باید به جهت‌هایی که حالا توی قطب نماتون نوشته شمال جنوب شرق غرب اینو باید دوباره طبق همون الگوریتم پیش برید و دوباره تای اون راهی که بهش میرسید یه کلیدی داره و وقتی که اون الگوریتم رو دوباره درست انجام بدید به همون پیس کیپر دست پیدا میکنید. همونطوری که حالا الان میبینید به عنوان مثال برای اولین جایی که ما باید به اون سمت بریم باید به سمت نورث نه به سمت وست ما باید بریم، به سمت غرب باید بریم و این راهو تا آخر میرید دوباره یه کلیدی داره اونو میزنید میندازدتون پایین دوباره این راهو میرید و خب فقط جهتش متفاوته دیگه که دست پیدا کنید به پیس کیپر. خب برای آخر کار وقتی که دیگه آخرین کلیدو میزنید و شما رو میندازه پایین به پیس کیپر دست پیدا میکنید وقتی که تا آخر مپ برید. وقتی هم که دلیل اینکه درستم برید اینکه یه جعبه اون پایین ظاهر میشه و پیس کیپره. و یه چیز جالب که بهتون بگم علاوه بر این انیمیشن و اینا صرفا واسه خوشگلی نیست، دمیج این تفنگ 100 یعنی یه تیرش میتونه راحت بکشه و واسه همین خیلی تفنگ اوپی هم هست و به کارتون میاد. خب اینم از آیتم این هفته، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر حالا نظر پیشنهاد انتقادی داشتید با هشتگ آیدی جیار پروگرام با ما در میون بذارید و خب این آیتم خیلی باحال و ارزش امتحان کردن و داشتنش رو داره، یه حس خاص بودن بهتون میده. همین دیگه، تا هفته دیگه و یه تیپس یا سری دیگه. کیپ پلینگ. عنوان kingdom.com Deliverance یکی از بازی‌های خوب نقش‌آفرینی امسال بود که تجربه اون رو برای طرفداران این سبک از بازی‌ها به شدت توصیه می‌کنیم. داستان بازی در اوایل قرن 15 میلادی اتفاق می‌افته و حول شخصیتی به اسم هنری در جریانه. زمانی که پادشاه سرزمین بوهمیا یعنی چارلز چهارم می‌میره این سرزمین دچار هرج و مرج میشه و حالا هنری که پسر یه آهنگر ساده است مجبور میشه پا در مسیری خطرناک بذاره. همین داستان پرکشش و نمایش عالی زندگی مردم در قرن 15 یکی از ویژگی های جذاب این عنوانه که به خوبی شما رو در دل اتفاقات و شیوه زندگی مردم در اون زمان قرار میده. کینگدام کام به عنوان یه بازی جهانباز نقش‌آفرینی عملکرد قابل قبولی داره، اما نباید اون رو در این زمینه و به خصوص گرافیک بصری با آثار بزرگ این ژانر مثل ویچر یا حتی اسکایریم مقایسه کرد. روند مأموریت‌ها و گشت و گذار در نقشه نسبتاً بزرگ بازی بعد از مدتی ممکنه خسته کننده بشه،
البته این نقص تا حدی با سیستم مبارزات خوب بازی جبران شده. مبارزه با انواع گرز و شمشیر و حس واقعی وارد کردن ضربات رو شاید در بازی دیگه ای تجربه نکرده باشید. در کل میشه گفت که تجربه کینگدام کام دلیورنس برای طرفداران بازی های نقش آفرینی میتونه بسیار لذت بخش باشه. این عنوان برای کنسول های PS4 و Xbox One در دسترس. خب بعد از یک آب کافور ساده که سویل جان خوردن و همراه با کاسنی برگشتیم. آره تصمیم که نیاز داری. آره برگشتیم و میخواییم راجع به بدنسازی به صورت تخصصی‌تر بپرسیم. داروها، خب ما میبینیم که بعضی از خانواده ها خیلی نمیزن بچه‌شون از سراغ بدنسازی به خاطر همین مکمل ها و داروها و هورمون هایی که هست. آقا بی پرونده این رخشن واکن برام سویل که اصلا چیه داستانش؟ من میخوام یه بدنسازی، هیچ چی نمیخوام بخورم، میخوام جوانه بخورم، نخود بخورم. میشه این امکانش هست به این بدنی که تو الان داری میرسیم یا نمیرسیم؟ میدونم که آدم صریح هستی و همه چیز هم میگی. این برمیگرده به هم مربی نماها. خب این که میگی شما یه خانواده بچه‌شون نمیذاره درسته. من خودم صدها بار دیدم که مثلا یه بچه یا پسر 16 ساله اومده وارد باشگاه شده خیلی راحت هزار جور استروید و هورمون بهش داده. 16 ساله؟ یه بچه 16 ساله. چرا؟ چون کسی که اسم خودش گذاشته مربی، یعنی هم مربی نما، دنبال گرفتن یه هزینه است. سودش از فروش اون داروها بخواد سود بگیره از طرف. و اینکه حتی مثلا بخواد چه میدونم بگه آقا من شما رو این تغییر رسوندم، خب دوباره ادامه بده با شما که بتونه پول بیشتری بگیره، درآمد بیشتری. حالا فاجعه است که فاجعه است، چون نه علمشو داره نه سوادش. چون اگر سوادشو داشته باشه و این کارا رو بکنه واقعا یه آدمه. تو به هیچ کدوم از شاگردات حالا هورمون و پول و دادم؟ آره. تو چه؟ ببینید کسی که ورزش حرفه‌ای میکنه، یعنی لول بندی کرده، معقوله. ورزشکار، ورزشکار یعنی کسی که میره باشگاه برای سلامتی خودش ورزش رو انجام میده. ولی ورزش حرفه‌ای شاید شما به سلامتی خودت هم داری اصلا آسیب می‌زنی. ولی منتها یه ورزشکار حرفه‌ای نه تو رشته بدنسازی، تو همه رشته‌ها، حتی رشته شطرنج. خب ما مصرف یه سری داروهای خاص داریم. خب مثلا میگم چرا رشته شطرنج؟ به خاطر اینکه رشته شطرنج با تمرکز ذهنه. خب ما داروهایی داریم. خب حالا قدرت ذهن شما رو چند برابر تا 4 برابر افزایش میده. خب این باعث میشه که شما دوپینگ انجام بدید. پس دوپینگ یک علمه، یک علم بسیار خوبم هست، اما برای ورزشکار حرفه‌ای به اندازش، نه به افراط. افراطش که میگه دوپینگ کرده محرومش میکنه، نه دوپینگ رو همه میکنن. یعنی این که بگی شما این ورزشکار دوپینگ نکرده یا ورزشکار حرفه‌ای، دروغه. خب یه دروغ دوپینگ که میگیرن، پس تست دوپینگ اون مربی بلده چیکار کنه، تست دوپینگ در نیاد. میدونه که چه زمانی چه داروی مصرف کنه. مثلا ما نیم یه استروید مصرف می‌کنیم که زمان باقی مونده در بدن ما یک روز و نیمه، در خون تا 3 روز نهایت. خب بعد شما هر تستی هم بگیرید نشون نمیدم. خب چی صحبته؟ من تا نشینم مثلا میگی نشینم به خاطر اینکه خیلی هم میان لاپوشونی می‌کنم، میگن نه همچین چیزی نیست، نه اینا همه دارن دروغ میگن. ما بر رو راست باشیم. خب بله خب بله. یه واقعیته و اینکه تمام ورزشکار حرفه‌ای میان مصرف می‌کنن. ورزش بدنسازی رنکینگ 15ام دنیاست تو مصرف داروها، استرویدها. یعنی ما قبل از این ورزش 15 تا ورزش دیگه داریم که به شدت دارن دارو مصرف میکنن. ورزش بدنسازی 60%ش رعایت رژیم غذایی شماست. یعنی کسی که یه فردی میخواد وارد رشته بدنسازی بشه، اگر دنبال یه بدن زیبا و ایدئال هست، به عنوان یه ورزشکار معمولی، مثلا شما میخواید تناسب اندام بسیار زیبا داشته باشی ولی در حد معقول، خب شما با یه رژیم غذایی میتونی به اون برسی، ولی شاید به این سایز عضلانی من نرسی که امکان هم نداره برسی، مگر با مصرف استرویدها و انجام هایپرتروفی تو بدن. یعنی من اگه بخوام بیام تو باشگاه الانی که با هم صحبت میکنیم، نمیتونم با وزن زدن و نخود خوردن و نمیدونم. شما میتونی برسی ولی بدن جوریه. ببین بدن شما یه گنجایشی داره، خب تا یه حدی رشد میکنه، بیشتر از اون دیگه رشد نمیکنه. خب اونایی که هیکل بزرگی دارن، یعنی خیلی دیگه، از تو خب با تو نرمالی، یکی از سرشونش اینجاست. خب ببین این رشته میگم سبکای متفاوتی داره. خب میخوام بگم اون آدمه با هم، من میتونم اونجوری بشم؟ شما نمیتونی بشی. چرا؟ اگه دارو مصرف بدن... کنم؟ نه نمیتونی بشی. حتما باید دارو مصرف کنم؟ حتما باید، چون شما دارید افاز یه آدم آماتور وارد یه آدم حرفه‌ای میشی. یعنی استاندارد بدنی شما با یه آدم حرفه‌ای فرق میکنه. پا
پارسال یه ما یه جایی بودیم بدنت از این چیزتر بود، کوچیکتر بود. خب اون موقع هم دارو بود؟ بله. اون موقع هم دارو بود؟ پس یعنی یه آدم ببین من کلا زندگیم زندگی حرفه‌ای بوده. خب یعنی از اون اول ورزش حرفه‌ای کردم. از موقعی که من دیدم تو همین یعنی هیچ اون آدمم نمیتونم من بشم. نه ببین من از نونهالی ورزش کردم، نوسات ورزش قهرمانی، همینطور اومدم بالا. خب زمانی هم که حتی رزمی کار بودم من بدنسازی باید کار میکردم، چون بدنسازی مادر همه ورزش هاست. خیلی هم میگن دومیداری، من میگن بدنسازی. خب شما با دومیداری نمیتونی بدنت رو درست کنی به خاطر برای اصلا رشته کشتی، آره کشتی متوجه. نمیتونه بدنسازی باید وزنه بزنه. بله. باید تمام عضلات شما خب اون حالا فرم خاص خودشو نمیدونم اون قدرت خاص خودشو بخواد بگیره. یه بدنساز چقدر در ماه هزینه داره؟ نرمال ها، معمولی، نه برای مسابقات و نمیدونم چه، نرمال. یه بدنساز آماتور خب تیم خود بدن زیبایی داشته باشه. میگم فاز اول رژیم غذایی شماست. خب رژیم غذایی یعنی که شما مثلا میگی آقا من در روز باید 2 کیلو فیله مرغ مصرف کنم، باید مثلا 1.5 کیلو راسته گوساله مصرف کنم، ماهی مصرف کنم. صورت میانگین فقط رژیم غذایی فرد ورزشکار بدنساز معمولی 2 میلیون تا 3 میلیونه غذاش فقط در ماه. خب بعد مکمل ها بود بگه حالا میدونه نسبت ساپلمنت ها که حالا میخواه ساپلمنت ها همین چیز حلوه شدن 1 میلیون به صورت ملو باشه هزینه شه دارو نه بزنه چون یه آدم آماتوره. میتونه بدن خیلی زیبایی داشته باشه ولی در حد یک آماتور. آماتور. میدونی این چیزایی که ماهی و فیله و گوساله انواع طب سنتی همش منسوخه و خیلی سفت و سخت میگیرن این طب سنتی که میگن چیز جنس، یعنی ماده سردیه برای معده. ماده خیلی سرد. بعد تو خب میدونم که یه گرایشی به طب سنتی هم داری، تو فکر کنم جوانم میخوری یه مقداری تو حوزه طب سنتی هم هستی. درسته نمیشه صرفا با تغذیه آدم به اونجا برسه؟ چرا میشه، ببین شما با تغذیه میتونی برسی خب، ولی خیلی سخته. درسته یعنی داری میگی خیلی سخته. این مثلا چی میمونه؟ ما الان بدنساز مثلا من خودم مثال میزنم خب، ببین من زمانی که مثلا وارد رژیمم میشم 8 ماه 9 ماه در سال تو رژیمم خب، این 8 ماه 9 ماه سال خب من خدا شاهده خب روزی 60 تا سفیده تخم مرغ میخورم، 800 گرم راسته گوساله میخورم، بین 3 تا 4 کیلو فیله مرغ میخورم خب روزی. خب این هزینه من، یعنی من رژیم غذایی نزدیک به 5 میلیون هزینه داره. خب حالا چون من یه سابقه خیلی طولانی در ورزش داشتم و واقعا ورزش میکنم، نمیرم تو باشگاه بشینم مثل خیلیا بگم بخندم، من تایم دارم خب، حتما سر تایم که میزنم استراحتم تایم خاص خودشو داره، آلارمش میزنه تایممو انجام میده. آره مجید ما بدنساز، اینم وقتی تایمو بهش زنگ میزنه جواب نمیده، بعد من بهش حرف بعد میزنم میگه آقا من تایم دارم و بعد واقعا ورزش کنم و گوشی رو میذاره کنار. درستش مثلا همینه. درستش هم همینه. ببین بعضی از دوستای ما که مخاطب برنامه ما هستن پای گیم میشینن، خب هم چاق میشن چون هم تنقلات میخورن حین بازی، همین که اکت ندارن. راهکاری پیشنهادی برای کسایی که اینجوری ثابت نشستن و یک ساعت دارن گیم بازی میکنن، راهکارهایی داری؟ تنها راهکارش یعنی اصلا سمت ورزش نمیرم یا حالا نه دیگه قطعا فقط بازی میکنن میام رژیم غذایی. آها یعنی با اون رژیم غذایی میتونه از اون جلوگیری کنه. 60% استراحت و رژیم غذایی مونه، 20% این ورزش تمرینه و 20% مصرف ساپلمنت ها و حالا داروهاست. داروهاست اینا. شما اگه 60% اول نداشته باشی اون 40% هم به درد نمیخوره. بابا یکی ما تناقش مجید گفتیم مجید لاغر شدیم بچه اصلا حالش بد شد. چرا بهتون میگیم مثلا لاغر شدی یا مثلا اینجوری شدی اینا به هم میریزید؟ اول اینکه شما باید ببینید که خب اون بنده خود چه کاری داره انجام میده. بدنسازی داره رژیم میگیره. نه درسته بدنسازی. تو اون تو حجمه، تو حجم نیست یا به هر دلیلی مشکل ذهنی داره و اینا، این درست نیست. آره مشکل ذهنی داره. خب مشکل ذهنی داره، یه زنه مشکل ذهنی داره از اون درگیری فکری خیلی از اون زن میگیره، از اون یه حال خرابی داره. آره نه درگیری فکری منظورم خب خیلی بده این کار، یعنی بارها واسه خودم اتفاق افتاده. اینا میگم آقا چرا مثلا شما این حالت شدید، اینا واقعا باعث افسردگی اون ورزشکار میشه، اصلا کار قشنگی نیست. چی بگیم بهش؟ هیچ نگید. میشه که ما اختیار داریم، ما مگه میتونیم چیزی نگیم؟ ما میبینیم بالاخره بعد چیزی بگیم. قضیه همون اشتباه زدی دیگه، ما دنبال تخریب کردن هم میگی باز نمیگی نه چه نمیریزی امروز خفله نمیریزه امروز حالا بالاخره یک برنده باید داشته بشه دیگه. آره بالا برمی داره اصلا. سهیل جز آدم های قیمه ها رو ریختم تو ماستا. دیدی چی شد؟ گوشیم هم داره زنگ میخوره، فکر کنم صداش عجیبه داره میاد. خیلی خب صحبت آخر، یک تشکر میکنم از شما. زنده باشی. و دست در کنار برنامه‌تون، خیلی زحمت کشیدین. زنده باشید. و اینکه اختیار دارید. میگم سمت مربی نما حداقل نرید.
اوکی. سمت کسی برید که واقعا سواد و علمش داشته باشه. حداقل اینکه بپرسید. دلیل هر چیزی که بهتون میگن بپرسید. الان دیگه امروز اینترنت هست. همون موقع سرچ بکنید آیا درست میگه یا درست نمیگه. مرسی از سهیل، یکی از دوستای بسیار خوب من، که از کسایی که انگیزه من میده که برم باشگاه. با هشتگ وایده جی آر پروگرام ما رو هملایی کنید، هشتگ انتقاد یادتون رو رابطه یواشکی ریزون پایین بنویسید و این رو بدونید که اتاق بازی کماکان در پی افزایش اتفاقهایی توی ذهن شماست. پس با خودتون باشید و خدا.